بینندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم. برنامه امروز یکشنبه 26 ماه اپریل را با گونه مستقیم از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی آغاز میکنم. امید است که از گزند ویروس کرونا در امان باشید. برنامه همزمان از طریق صفحه دری فیسبوک صدای آمریکا به نشر میرسه. در برنامه امروز هم تازه ترین ها را در مورد ویروس کرونا در افغانستان و جهان و اخبار و مطالب عمده دیگر به توجه شما میرسانیم و امید است که تا آخر برنامه با ما باشین. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که ماه رمضان به رهبران افغانستان فرصت میدهد تا منافع کشورشان را بر منافع شخصی ترجیح دهند. وی از طالبان نیز خواسته است تا با پذیرفتن آتش بس خشونت ها را کاهش دهند، اما طالبان طی اعلامیه بر رهایی 5000 زندانی این گروه از قید حکومت افغانستان تاکید کرده و گفتند که این خواست جامعه جهانی و حکومت افغانستان پیش از عملی کردن تعهدات توافقنامه صلح غیر منطقی است. خبرنگار ما جلال میرزاد در برنامه با ماست. آقای میرزاد سلام به شما، بفرمایید. افغانستان در حال حاضر در کنار تهدید ویروس کرونا با دو چالش بزرگ دیگر روبروست: نبود یک صدای واحد برای گفتگوهای صلح و ادامه تنش‌ها میان ارگ و سپیدار. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان برای حل تنش‌ها از طالبان خواسته که آتش بس کنند و از رهبران افغانستان خواسته که هر چه زودتر این تنش‌های خود را پایان بخشند. طالبان به خواست آتش بس پاسخ رد دادند و از سوی هم هیچ نشانه پیشرفت برای حل تنش‌ها میان ارگ و سپیدار دیده نمیشه. جزئیات بیشتر در گزارش. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان گفته که هر دو طرف باید برای رفتن به گفتگوهای میان افغان‌ها رهایی زندانیان را شدت بخشند. اما حکومت افغانستان میگوید که تمامی پیشنهادها را برای رفتن به گفتگوهای میان افغان‌ها انجام دادند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به هدف قطع جنگ و برقراری صلح پایدار در افغانستان گام های اساسی را برداشته و اقدامات مهم را عملی ساخته که به شمول رهایی شمار زندانیان طالبان هست و همچنان ایجاد تیم مذاکره کننده برای گفتگوهای مستقیم با طالبان. حکومت افغانستان میگوید که طالبان با وجود خواستهای جامعه جهانی و سازمان کشورهای اسلامی برای برقراری آتش بس خشونت ها را افزایش دادند. اما طالبان حکومت افغانستان را به فرصت طلبی و سرپیچی از توافقنامه صلح متهم می کنند و می گویند که امریکا و همپیمانانش نیز مسئولیتشان را در تعهدات توافقنامه عملی نکردند. شخص خبر بدایوی چی امریکایان هم بقیه مسئولیت ادای که او کده ورمند چی حکومت غالی در راستی در بمشی و خودلتای و باور و اعتماد چی منز تراغلی و د امریکایانو د طالبانو ترمنځ خبرو کې یو نیم کال دوی خبرې وکړې و اعتماد راغلی و هغه اعتماد او باور نن د نقص په وجه باندې ورزانه د منځ ځي. نو دا وجه ده هم چې د وربند طالبان او حکومت ته عارضي وربند نه سره رسیدلی. از سوی هم ادامه تنش میان ارگ و سپیدار به باور از نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان چالش دیگری در برابر آغاز گفتگوهای میان افغان هاست. در افغانستان در حکومت رهبری هڅه کوي چې ټول جنجالونه د خبرو اترو له لارې حل کړي، په دې خاطر باندې دوامداره مذاکرات کوي او په دې برخه کې ځینې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. هرچند تیم ثبات و همگرایی روی طرح کار میکند که به باور آنان تنش های به میان آمده را حل خواهد ساخت. طرحی که امروز و فردا از طرف تیم ثبات و همگرایی پیشنهاد میشه، خدا کنه که طرحی باشه که سبب اتحاد و اتفاق تمام جریان های سیاسی شود و اولویت در او صلح پایدار در افغانستان باشه. اما تا کنون جزئیات این طرح همگانی نشده است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. شارلت پونتیسلی، رئیس کمیته آمریکایی در روابط خارجی میگوید که آتش بس و حقوق زنان باید دو موضوع عمده در اولویت مذاکرات با طالبان باشد. پونتیسلی میگوید که حکومت آمریکا در چند دوره مختلف مشخص ساخت که حقوق زنان افغان یک موضوع غیر قابل معامله است و این حقوق نه بر اساس شریعه بلکه باید بر مبنای قوانین بین المللی تأمین گردد.
به این مصاحبه که با همکارم لینا روز به صورت گرفته توجه بفرمایید. Taliban rejected the ceasefire proposal again today and Taliban امروز بار دیگر تقاضا برای آتش بس را رد کردند، در حالی که اساسی ترین گزینه برای هر مذاکرات صلح آتش بس است. به نظر شما در این صورت چه تصمیمی وجود دارد که آنها به حقوق بشر و حقوق زن پابند خواهند بود؟ Do you think they're truly committed toward human rights and women's rights in Afghanistan? I think that is to be فکر میکنم که این موضوع باید دیده شود و طالبان باید آن را نشان بدهند. من پروسه مذاکره با طالبان را تعقیب کرده و علاوه بر تمام دیگر موضوعات، طالبان باید نشان بدهند که روی اول موضوع آتش بس و بعد موضوع حقوق زنان جدی هستند. اکثر مردم افغانستان از موافقه صلح میان ایالات متحده و افغانستان استقبال کردند، ولی زنان در افغانستان محتاطانه با او واکنش نشان دادند. آیا ایالات متحده کار کرده میتواند تا این نگرانی زنان افغان را در این مورد کاهش دهد؟ من از نزدیک با زلمه خلیلزاد کار کردم و میدانم که او روی این موضوع بسیار جدی است. شما کسانی را دارید که می توانید به آنها اعتماد کنید، چون با آنها کار کرده اید و آنها را می شناسید. خلیلزاد بسیار فعال بوده و از شورای زنان آمریکایی و افغان حمایت کرده و می خواهد اطمینان حاصل کند که این موضوع مطرح باقی خواهد ماند. طالبان مکررن در پاسخ به سوال در قبال حقوق زنان میگویند که حق زن را مطابق به شریعت به او میتن و این چیزی هست که آنان در طول حکومت خود در سالیان 90 در افغانستان انفاس کردند. آیا این واکنش طالبان برای ایالات متحده و جامعه جهانی باید نگران برانگیز باشد یا خیر؟ Yes, I think so. I think it remains. فکر میکنم بله، این موضوع یک موضوع نگران کننده است. ایالات متحده و همتایان ما در افغانستان با هم برای دو دهه کار کردیم تا این معیارها برای زنان به سطح جهانی باشد و نه بر مبنای قوانین شریعه. اگر طالبان به افغانستان بازگردند، باید ایالات متحده و دیگر شرکای بین‌المللی چه کنند که دستاورد زنان افغان و حقشان در این پروسه محفوظ باشد؟ اولا ایالات متحده و همتایان ما در جامعه بین‌المللی باید روی تعهد ما به سمت حقوق زنان جداً پایبند بمانند، که ما این تعهدات را در چند دوره حکومت در آمریکا واضح ساختیم و جامعه بین‌المللی نقش بزرگی را در این بخش دارد و همچنان در افغانستان مردمان کشور به خصوص زنان نقش بزرگی را در این بخش دارند. من به زنان در کتله رهبری در افغانستان اعتماد دارم و زنان در سکتورهای مختلف که باید به این دستاوردهای خود افتخار کنند و بعد به جوانان در هر کشور. این مردمان کشور هستند که باید حکومت خود را مسئول قرار دهند. دیگران کمک کردن می توانند، ولی ما هیچ وقت جایگزین کوشش مردم این کشور شدن نمی توانیم. Others can help, but we cannot supplant the efforts of the people themselves. Going back to the reactions. به نظر شما کنگره ایالات متحده که مکررن روی جزئیات موافقتنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان انتقاد کرد و بعد زنان فعال مثل شما در آمریکا چه نقشی را در زمینه تضمین حقوق زن در افغانستان ایفا میکنند در صورتی که طالبان بازگردند و نگرانی از تلف شدن حقوق زنان وجود داشته باشد؟ کاملا. در داخل ایالات متحده و در داخل افغانستان جامعه مدنی نقش بزرگی را دارد. ما باید مصمم و متمرکز باشیم. این یک موضوع بسیار بزرگ و شخصی برای من است. من 18 سال قبل زمانی که کوشش خود را در این عرصه آغاز کردم و چهره آن زنان افغان را به یاد دارم که به من گفتند شارلت و ما وعده بده که ما را فراموش نمی کنی و من با آنها وعده دادم و حال 18 سال بعد اگر کسی دو دهه قبل به من می گفت که در سال 2020 هنوز با زنان افغان کار می کنم باورم نمی شد ولی هنوز کار می کنم و موضوع حقوق زنان افغان باید در اولویت قرار گیرد.
چگونه از گسترش کرونا ویروس جلوگیری کنیم. شستن مکرر دستان با آب و صابون برای کم از کم 20 ثانیه. پرهیز از تماس دستان با چشمان، بینی و دهان. شستن دستان بعد از سرفه و یا عطسه زدن. پس از مراقبت از بیمار مبتلا به کرونا ویروس، پس از تشناب رفتن و دست زدن به حیوانات و زباله حتمی است. از دست دادن، روبوسی و بغل کشیدن دیگران بپرهیزید. از کسانی که سرفه و یا عطسه می‌زنند، کم از کم باید 2 متر فاصله گرفت. قطرات کوچک که با سرفه و عطسه از دان بیمار بیرون می‌شود، حاوی ویروس است. بیماران باید ماسک بپوشند تا مرض را به دیگران انتقال ندهند. پوشیدن ماسک شما را مسئول نگه می‌دارد. در مکان‌های عام نباید تف کرد و هنگام سرفه و عطسه زدن، دهان و بینی خود را با دستمال و یا آستین لباس بپوشانیم. در صورت داشتن تب، سرفه و یا مشکل تنفسی باید با دکتر تماس گرفت. وزارت صحت افغانستان از ثبت 68 واقعه جدید ویروس کرونا در یک روز گذشته در 11 ولایت خبر داده است. عطاءالله سعیدزاده رئیس عمومی نظارت از سیستم صحی این وزارت به صدای آمریکا گفت که با ثبت این واقعات شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 1531 نفر رسیده است. بر اساس گزارش وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 13 واقعه در غزنی، 11 واقعه در پکتیا، 9 واقعه در پکتیکا، 8 واقعه در بلخ، 6 واقعه در نیمروز، 6 واقعه در کابل، 4 واقعه در ننگرهار، 4 واقعه در هرات، 4 واقعه در لغمان، 3 واقعه در خوست و 1 واقعه دیگر در ولایت بغلان ثبت شده است. این وزارت همچنان افزوده است که دیروز 3 فرد مبتلا به این ویروس در ولایت‌های غزنی و هرات جان باختند که شمار مجموعی قربانیان ویروس کرونا در این کشور به 50 رسیده است. و در ایالات متحده شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا امروز به حدود 54,000 نفر رسیده و تعداد مبتلایان به این ویروس نیز حدود 1,000,000 نفر اعلام شده است. با وجود بالا رفتن آمار تلفات و مبتلایان ویروس کرونا، برخی ایالت‌های آمریکا اقدام به بازگشایی برخی صنایع و کسب و کار شدند. ای در حالی است که اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر احتمال مفید بودن تزریق و یا خوردن برخی مواد ضد عفونی کننده برای درمان ویروس کرونا جنجال برانگیز شده است. یلدا بکتاش آخرین اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده را دنبال کرده و در برنامه با ماست. یلدا جان، از روند بازگشایی کسب و کار در برخی از ایالت‌های آمریکا چه معلومات تازه موجود است و چرا اظهارات اخیر آقای ترامپ جنجالی شده؟ بله، تشکر نجیبه جان. خب با وجود بالا رفتن آمار تلفات و مبتلایان به کرونا ویروس در ایالات متحده، از دیروز به این طرف در برخی از ایالت‌ها مثل تکساس، میشیگان، آتلانتا، اوکلاهاما و جورجیا بعضی از مقرراتی که در هفته‌های اخیر وضع شده بود مبنی بر بسته بودن کسب و کارها و همچنان رعایت فاصله اجتماعی یا فیزیکی نسبتاً کاهش یافته. در بخش دوم سوالتان باید بگویم که رئیس جمهور ترامپ در هفته‌های اخیر بعضی از توصیه‌های طبی جنجال برانگیز داشته، اما توصیه طبی که به روز پنجشنبه ایشان ارائه کرد در خصوص احتمال مفید بودن مواد ضد عفونی کننده برای درمان و یا پیشگیری از کرونا ویروس در سطح جهان جنجال برانگیز شده. جزئیات بیشتر در گزارش آماده کردیم که با هم می‌بینیم. آنهایی که کنفرانس های مطبوعاتی رئیس جمهور ترامپ درباره وضعیت کرونا ویروس در آمریکا را دنبال می کنند، از توصیه های طبی بعضن جنجالی او برای درمان و یا پیشگیری از ابتلا به این ویروس مطلعند. توصیه روز پنجشنبه آقای ترامپ که هیچ تخصص و سابقه ای نیز در زمینه علم طب ندارد، درباره احتمال مفید بودن برخی مواد ضد عفونی کننده
برای پاک کردن ششها از ویروس کرونا به شدت جنجالی شد. وقتی به مواد ضد عفونی کننده نگاه میکنم که ظرف یک دقیقه همه جا را پاک میکند و این فکر میکنم که آیا با تزریق آن به ششها میتوانیم کار مشابه روی بدن انجام دهیم؟ برای این میگویم که این ویروس به ششها میرود و آسیب شدید به آن میزند. بنابراین بررسی این موضوع جالب خواهد بود. اظهاراتی که با واکنش سریع و تند شرکت‌های بزرگ تولید کننده مواد ضد عفونی کننده مانند کلوراکس همراه بود. این شرکت‌ها با نشر اعلامیه‌ای هشدار دادند که تحت هیچ شرایطی مواد ضد عفونی کننده نباید تزریق و یا خورده شود. دکتران نیز این ایده را مورد تردید قرار دادند. اگرچه این ویروس با مواد ضد عفونی کننده مانند الکل و ایزوپروپیل و مواد سفید کننده یا بلیچ حساس است، اما توافق روی مفید بودن آن از طریق تزریق و یا خوردن وجود ندارد. در حقیقت خطرات آن حتما از مزایای آن بیشتر خواهد بود. روز گذشته قصر سفید با نشر اعلامیه گفت که رئیس جمهور مکررن گفته است که برای درمان ویروس کرونا امریکایی ها باید با دکتران طب مشوره کنند. این اعلامیه ضمن انتقاد از رسانه ها گفته که سخنان آقای ترامپ گویا به طور نادرست نقل قول شده و با تیترهای منفی به نشر رسیده است. چیزهای زیاد درباره ویروس کرونا هست که جامعه طبی هنوز درباره آن چیزی نمی‌داند. دانشمندان موافقند که پس از تحقیق و آزمایش برخی روش‌های غیر معمول گاهن تبدیل به روش‌های درمانی مفیدی می‌شوند. آرتور کپلن، استاد علم اخلاق بیولوژی یا زیست شناسی می‌گوید که خطر از آنجا آغاز می‌شود که یک رئیس جمهور در کنفرانس مطبوعاتی و در برابر چشم مردمی که ترسیدند این حرف‌ها را می‌زنند. دکتر کپلن میگوید که چاره کار این است که دکتران و دانشمندان بیشتری در کنفرانس‌های مطبوعاتی قصر سفید صحبت کنند تا رئیس جمهور ترامپ در نقش رهبری خود بماند و متخصصین نیز در جایگاهی که دارند ظاهر شوند. راه دیگر نیز میتواند همان چیزی باشد که قصر سفید در حال حاضر آن را انجام می‌دهد. اینکه کنفرانس مطبوعاتی روزانه رئیس جمهور ترامپ در مورد ویروس کرونا کاهش دهد تا از انتقاد علیه رئیس جمهور ترامپ جلوگیری شود. در همین راستا کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور ترامپ به روز جمعه تنها 20 دقیقه طول کشید و دیروز هم اصلا برگزار نشد. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. و در اروپا شمار تلفات ویروس کرونا در بریتانیا از 20,000 نفر بالا رفت. این در حال است که برخی کشورهای اروپایی قرار است فعالیت‌های اقتصادی را بازگشایی نمایند. در حالی که افزایش رقم ابتلای افراد به ویروس کرونا در جهان ادامه دارد، شمار مبتلایان در برخی کشورهای دیگر اروپایی که شدیدترین آسیب را دیده بودند کاهش یافته است. همکارم ژیلا نوری تازه ترین گزارش‌های مربوط را دنبال کرده و با ماست. ژیلا جان سلام. بین که از شما بشنوم که در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی آخرین تحولات روی وضعیت شیوع ویروس کرونا چی است؟ تشکر نجیبه جان. در بریتانیا شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا به 148,000 نفر رسیده است و رقم تلفات در این کشور از 20,000 نفر بالا رفته است. بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا بعد از صحتیاب شدن از ویروس کرونا قرار از روز دوشنبه به کار آغاز کند. این در حال است که در برخی از کشورهای اروپایی محدودیت‌های وضع شده به خاطر ویروس کرونا را تا حد کاهش دادند و قرار است از اوایل ماه می فعالیت اقتصادی را دوباره بازگشایی کنند. در آلمان برخی هم اعتراض کردند تا محدودیت‌های وضع شده رفع شود. در روسیه و همچنین ترکیه شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا بالا رفته است. شرح بیشتر در این گزارش که به توجه می‌رسانم. سخنگوی دفتر صدراعظم بریتانیا تایید نموده است که بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا قرار است بعد از صحتیاب شدن از ویروس کرونا روز دوشنبه به دفتر کارش برگردد. من با صدراعظم دیروز صحبت کردم و وضعیت صحی خوب دارد و مطمئن هستم که به توصیه دکتر به زودی به دفتر کارش برمیگردد. ما در مشورت صحی که برای صدراعظم داده شده است دخالت نمی کنیم و این طور تصمیم گرفته شده است که صدراعظم بریتانیا در مشورت با دکترانش اقدام کند. روز شنبه با مرگ 813 نفر شمار تلفات در بریتانیا از 20,000 نفر بالا رفت. بریتانیا از مردم خواسته است در خانه بمانند و این کشور برای رسیدگی به وضعیت ویروس کرونا تلاش‌هایش را ادامه می‌دهد. در حالی که شمار افراد مبتلا در جهان بالا رفته است، برخی از کشورهای اروپایی که با بدترین وضعیت ویروس روبرو بودند، شاهد کاهش رقم افراد مبتلا در کشورها هستند.
بیش از 200 نفر در شهر برلین روز شنبه با اعتراضات پرداختند و خواهان رفع محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از ویروس کرونا شدند. Wir sind heute hier und ما اینجا جمع شده ایم تا از هوای تازه لذت ببریم و فکر کردم تا با گذاشتن گل و آرام ایستادن کار نمونه ای انجام دهیم، بخصوص در دفاع از نظرمان کار بکنیم. ما به خاطر حفاظت از حق ما در قانون اساسی آزادی بیشتر از همه آزادی بیان که بسیار مهم است اینجا جمع شده ایم. طبق آمار منتشر شده از طرف انستیتوت امراض ساری آلمان، رقم افراد مبتلا در این کشور به بیش از 152,000 نفر رسیده است و شمار جان باختگان به 5,500 نفر میرسد. مقامات صحی در اسپانیا شمار تلفات ویروس کرونا را حدود 23,000 نفر تایید کردند و شمار تلفات روز شنبه 378 نفر بوده است که شامل کارمندان مراقبت های صحی نیز می شود. در ایتالیا شمار تلفات از ویروس کرونا روز شنبه به 415 نفر کاهش یافته است. ایتالیا که از 10 مارچ همه جا را مسدود نموده بود، قرار است از تاریخ 3 ماه آینده برخی فعالیت های اقتصادی را در مرحله دومی بازگشایی نماید. از اوایل ماه فوریه بدین سو در فرانسه بیش از 22,000 نفر از ویروس کرونا جان باختند و روز شنبه رقم تلفات 369 نفر گزارش شده است. با نشر ارقام قضایی ویروس کرونا، فرانسه برای بازگشایی کشور و رفع محدودیت ها آمادگی می گیرد. قرار است بعد از 8 هفته مسدود نمودن فعالیت های اجتماعی و اقتصادی فرانسه به تاریخ 11 می بخش از اقتصاد را بازگشایی کند. و در روسیه حدود 6,000 قضیه جدید ثبت شده است که شمار افراد مبتلا به بیش از 74,000 نفر می‌رسد و شمار تلفات حدود 700 نفر گزارش شده. و در ترکیه بعد از ثبت حدود 3,000 قضیه جدید شمار افراد مبتلا به ویروس به 108,000 نفر بالا رفته است و شمار تلفات در ترکیه به بیش از 2,700 نفر می‌رسد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتان دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. نماینده سازمان جهانی صحت در یمن میگوید تیم‌های کاری موظف شده تا سیستم صحی آن کشور را که در جریان سالها جنگ آسیب دیده قبل از شیوع احتمالی ویروس کرونا در آن کشور بهبود بخشد. الطاف موسانی در بیانیه ویدیویی گفت که یمن در حال حاضر 6,700 بسته آزمایشی دارد و امیدوار است که به زودی 30,000 بسته آزمایشی دیگر را به دست آورد. این کشور اولین واقعه ویروس کرونا را بیشتر از 2 هفته قبل اعلام کرد. در یمن بیشتر از 24 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که با شورشیان حوثی در یمن می‌جنگند، در اوایل این ماه به خاطر کمک‌های بشری و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلام آتش‌بس کردند، اما جنگ‌ها در چندین ساحه هنوز ادامه دارد. برازیل بزرگترین کشور امریکای لاتین به یکی از محلات داغ ویروس کرونا در جهان مبدل می‌گردد. مقام های تیبی در ریو دو جنیرو، مرکز آن کشور و حداقل 4 شهر عمده دیگر آن هشدار دادند که شفاخانه ها در پرتگاه سقوط قرار دارند. مقام ها در مناوس، بزرگترین شهر آن کشور در منطقه آمازون، میگویند روزانه 100 جسد را در گورهای های دست جمعی دفن میکنند. در یک گزارش دیگر، مقام ها در ریو دو جنیرو در اولین روز استفاده اجباری ماسک جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، برای اینکه بتواند مردم را ترغیب به پوشیدن ماسک کنند، حدود 40 مجسمه شهر را ماسک پوشاندند. مجسمه هایی که ماسک پوشانده شده، مجسمه های آوازخوانان، نویسنده ها، ورزشکاران، رهبران اجتماعی و حتی رؤسای جمهور است. تصاویر ماهواره‌ای بررسی شده توسط پروژه نظارت بر کوریای شمالی مستقر در واشنگتن، یک قطار آهن مخصوص را نشان می‌دهد که احتمالاً متعلق به کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی باشد. این قطار آهن در یک شهر تفریحی در پارکینگ مخصوص رهبر کوریای شمالی در روزبوسان پارک شده بود. این قطار آهن در خلال گزارش‌های ضد و نقیض در مورد صحت کیم جونگ اون و اینکه کجا است به نشر رسیده است. گمانزنی ها در مورد صحت رهبر کره شمالی پس از آن آغاز گردید که وی در سالگرد تولد پدرکلانش کیم ایل سانگ در 15 ماه اپریل حضور نداشت.
برنامه استخدام کارگران فصلی خارجی توسط حکومت استرالیا نه فقط برای رفع کمبود کارگر در فصل برداشت محصول در مناطق مختلف این کشور طراحی شده، بلکه فرصت فراهم آورده تا زمان برخی از زنان برخی از کشورهای فقیر بتوانند برای اولین بار در زندگی برای خانواده های خود درآمد داشته باشند. الویرا ویرا از تیمور شرقی است. او که قبلا در یک اداره کار میکرد، اکنون از طریق برنامه کارگر فصلی حکومت استرالیا در مزرعه توت زمینی تاسمینیان کار میکند. طبق فرهنگ و سنن قدیمی ما، برخی از والدین هنوز فکر میکنند که عمدترین وظیفه یک زن ماندن در خانه و خدمت به شوهر است. کار کردن در مزرعه فرصت مساویانه برای این کارگران فراهم آورده است. برای برخی از زنان کارگر، این اولین بار است که آنان با مردان کار میکنند. ویرا میگوید که کار در این مزرعه برای همه یکسان است و زن و مرد با یک اندازه کار میکنند و فرقی با هم ندارند. صاحبان مزرعه نیز از این برنامه راضی‌اند، زیرا در اوج فصل برداشت محصولات زراعی، آنان به بیش از 350 کارگر در روز احتیاج دارند تا پروسه میوه چینی بتواند 7 روز هفته ادامه یابد. برنامه کاری که جذابیتی برای کارگران محلی ندارد. و برای زنان مانند الویرا که مسئولیت خانواده و نگهداری از فرزندان خود را به عهده دارند، کار به عنوان کارگر فصلی کمک زیادی به اقتصاد خانواده هایشان میکند. من متأهل و مادر چند طفل هستم. با این کار می توانم امکان تحصیلات بهتری را برای فرزندانم فراهم کنم. برخلاف ادعاهایی که علیه وضعیت بد زندگی شماره از کارگران فصلی در تاسمینیان مطرح شده، این کارگران خارجی از فرصتی که برای آنان برای کسب درآمد فراهم شده خوشحالند. مسئولین این برنامه می گویند که در حدود 37% کارگران را زنان تشکیل می دهند که بسیاری از آنان در مقام های نظارتی مانند مدیریت گروه های میوه چینی کار می کنند. در این برنامه به جای تمرکز روی جنسیت و مهارت های فرد توجه می شود و اینکه آنان چه خصوصیاتی را با خود می آورند که برای این کار می تواند مفید واقع شود. این زنان می گویند که در این کار آنان هم اندازه مردان دستمزد دریافت می کنند و در محیط کار با آنان بدون هیچ نوع تبعیض برخورد می شود و فرصت‌های شغلی مساویانه نیز با همکاران مرد خود دارند. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. چگونه از گسترش کرونا ویروس جلوگیری کنیم؟ شستن مکرر دستان با آب و صابون برای کم از کم 20 ثانیه. پرهیز از تماس دستان با چشمان، بینی و دهان. شستن دستان بعد از سرفه و یا عطسه زدن. پس از مراقبت از بیمار مبتلا به کرونا ویروس، پس از تشناب رفتن و دست زدن به حیوانات و زباله حتمی است. از دست دادن، روبوسی و بغل کشیدن دیگران بپرهیزید. کسانی که سرفه و یا عطسه میزنند، کم از کم باید 2 متر فاصله گرفت. قطرات کوچک که با سرفه و عطسه از دان بیمار بیرون می شود، حاوی ویروس است. بیماران باید ماسک بپوشند تا مرض را به دیگران انتقال ندهند. پوشیدن ماسک شما را مسئول نگه می دارد. در مکانهای عامه نباید تف کرد و هنگام سرفه و عطسه زدن، دهان و بینی خود را با دستمال و یا آستین لباس بپوشانیم. در صورت داشتن تب، سرفه و یا مشکل تنفسی باید با دکتر تماس گرفت. بینندگان محترم، بخش دری نشرات امروز تلویزیون آشنا به اینجا به پایان میرسه. همکارم سید سلیمان آشنا تا چند لحظه دیگه بخش پشتو را آغاز میکنه. سرفراز باشیم.